سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نگاهی داریم به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی در خصوص تحریم‌ها و در گفتگو با دکتر حسن منصور اقتصاددان خواهیم دید تفاهم نهایی احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی چه تأثیری بر چشم‌انداز اقتصاد ایران دارد. در ادامه نیز با بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه خواهیم بود که ما را در جریان آخرین تحولات این کشور و منطقه قرار می‌دهد. با ما همراه باشید. در حالی که حسن روحانی تحریم‌های جهانی علیه ایران را از جمله مهمترین مشکلات اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید سازمان تحریم‌ها در حال فروریزی کامل است و شرایط تولید در آینده بهتر می‌شود، آیت الله علی خامنه‌ای گفته کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، بلکه مبتنی بر تقویت تولید داخلی است. علت نگاه متفاوت این دو مقام ارشد نظام درباره تحریم‌ها چیست؟ تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله سیستم بانکی و مالی و همچنین صادرات نفت تأثیر منفی داشته. حالا همه چشم‌ها به توافق نهایی احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی دوخته شده تا شاید با رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران فصل تازه‌ای را در بخش‌های مختلف تجربه کند. در سوی دیگر تب تند بازرگانان و مدیران حوزه صنعت و تجارت کشورهای غربی هم برای ورود به بازارهای ایران بالا گرفته تا شاید فضای جدیدی برای کالاها و فعالیت خود بیابند. آیا تفاهم هسته‌ای میتواند زمینه‌های آغاز روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را در ایران ایجاد کند؟ آیا آنطور که حسن روحانی وعده می‌دهد شرایط تولید در کشور در آینده بهتر خواهد شد؟ و چالش‌ها و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با مهمانم دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه که از بورنموث بریتانیا با ما همراه هستند در میان می‌گذارم. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه. عرض سلام سرکار خانم و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. آقای دکتر، آقای روحانی در صحبت‌های اخیرشون تأکید کردند که تحریم‌ها در حال فروریزی است و ابراز اطمینان کردند که شرایط تولید در کشور بهتر میشه. از صحبت‌های ایشون اینطور استنباط میشه که عمده مشکلات اقتصادی در ایران ناشی از تحریم‌هاست، در حالی که همزمان آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند که کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه مبتنی بر تقویت تولید داخلی هستش. معنای حرف ایشون اینه که مشکل اقتصاد ایران تحریم ها نیست. تفسیر شما از این دو دیدگاه مختلفی که در درون حاکمیت در خصوص تحریم ها مطرح میشه چیست؟ در درجه اول باید واقعا ببینیم که منظور از این بیانات چیست. یعنی بیان آقای رئیس جمهور که مسئله تحریم ها از مهمترین مسائل اقتصادی ایرانه، در این تردیدی نیست، درسته، ولی مسائل بسیار زیادی هم در کنار اون هست که ربطی به تحریم ها نداره. جریان تحول ساختار اقتصادی ایران طی 30 و چند سال گذشته، به ویژه طی 10 سال گذشته، مسائل بسیار بزرگی رو خلق کرده که با برداشته شدن فرضیه تحریم هم اینا برطرف نمیشن. مثلا ساختار نظام پولی، بازار پولی، بانکی هیچ ربطی به این قضایا نداره. یعنی تحریم بانک ها مسائل خودش داره، ولی ساختار بانک ایران که در واقع ساختاری زمینگیر هست و بانک های ایران رو فلج کرده، یه بحث کاملا دیگری، ربطی به موضوع نداره. اما بیان آقای خامنه ای در این زمینه، ظاهر قضیه آنچنان که فقط یه جمله رو قرار فرمودید، ظاهرا حرف درستیه. یعنی مسائل اقتصاد، رشد اقتصادی باید در درون اقتصاد عواملش پدید بیاد، رشد بکنه.
ولی منظور ایشون در واقع این نبود. ایشون وقتی این مسئله رو عنوان کردن، اشاره کردن به این مسئله که ایشون نیا اعتقادی به باز شدن ایران به سوی جهان نمی بینند، بلکه باید در داخل تقویت بشه. و این سخن نادرست بود، برای اینکه شما نمی توانید اقتصاد رو از درون تقویت بکنید در حالی که از تمام بازارهای جهان گسیخته است. تقسیم کار اقتصاد در درون ایران از طریق تقریبا متوقف شدن تجارت خارجی با کشورهای عمده جهان متوقف شده، در نتیجه تقویت نظام داخلی یا درونزا کردن اقتصاد بدون ارتباط بین المللی و تجارت با جهان ارز کنم پیشرفته تر، که در واقع محمل های ورود تکنولوژی، مدیریت و دانش رو به اقتصاد ایران نیز هموار خواهد کرد، امکان پذیر نیست. به این ترتیب نظر آقای خامنه‌ای در واقع به یک اقتصاد بسته است که این ایران رو در ردیف کشورهای نظیر کره شمالی قرار میده و این نظر از پایه نادرسته. ولی این یکی مسئله که ایران در ضمن اینکه با کشورهای جهان ارتباط برقرار بکنه باید در درون مسائلش حل بکنه. این کاملا درست. آقای خامنه‌ای، شما هم اشاره کردین که الگوی کره شمالی مد نظرش هست. پیش از اینم به اقتصاد مقاومتی ایشون اشاره داشتن. چرا آقای خامنه‌ای اصرار داره که بگه تحریم ها بی اثره؟ این تز رو ایشون از آغاز تحریم ها پیش برده و خودشون و اطرافیانشون به کرات و به کرات اعلام کردن که تحریم ها بی اثره. ایشون گفتن که ملت ما در برابر تحریم ها وکسینه شده. اون وقت اطرافیان ایشون در واقع منتظرن که ببینن که ایشون چه می فرماین تا همون رو تکرار بکنن به بیان دیگه. در نتیجه از تمامی اطرافیان ایشون در طی دوره های مختلف تأیید این مسئله رو شما میتونید شاهد بگیرید. ولی در واقع در دوران تحریم نیروهای دوروبر بیت رو گرفتند که از که در واقع یک تقسیم کار بین اینها به وجود اومد، به ویژه طی دولت آقای احمدی نژاد، که دولت که در واقع رسما اداره کننده مملکته آماده شد هرچی که بیت و نیروهای مربوط به بیت نظیر سپاه و بسیج عنوان میکنند اینها رو برآورده کنند. یعنی آقای احمدی نژاد در واقع تمامی امکانات دولتی رو در اختیار این محافل قدرت قرار داد. در نتیجه یک اقتصاد بسته و پر از فساد که در واقع راندهای کلان میلیارد دلاری رو نصیب خود میکرد پدید اومد. اینا همین امروز هم با شل شدن عرض کنم تحریم ها موافق نیستن، برای اینکه نگران هستن که منافع خودشون از دست بدن و بسیاری از این نیروها در دوروبر بیت آقای خامنه ای لونه کردند. آقای خامنه‌ای همزمان تاکید میکنه که مشکل اقتصاد ایران برای حلش تمرکز بر تولید داخلی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان با معضلاتی مثل تحریم‌های بین‌المللی، پایین بودن درآمدهای ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه است، چقدر این صحبت آقای خامنه‌ای اصولا شدنی است؟ مرزه بفرمایید، این مسئله در زمان 300 سال پیش این مسئله در واقع باور عمومی بود، ولی امروز چنین چیزی اصولا در اقتصاد راهی نداره و شما هیچ اقتصاددانی رو که شایسته نام اقتصاددان باشه نمیشناسید که بر چنین امری صحه بگذاره. اقتصادهای امروزی جهان در واقع نه بر مبنای ایزوله شدن، نه بر مبنای عرض کنم تنها در برج آج نشستن، بلکه بر مبنای تقسیم کار و وابستگی متقابل رشد میکنن. شما هیچ کشور بزرگی رو نمیشناسید که قسمت بزرگی از تکنولوژی خود رو، کار خود رو، عرض کنم منابع خود رو از دیگر کشورها وارد نمیکنه. شما مثلا رابطه ایالات متحده رو با سنگاپور، رابطه ایالات متحده رو با سوئد نگاه بکنید، در بسیار از زمینه‌های فنی اینها با هم
وابستگی دارن، یعنی مواردی بوده که 30-40% موتورهای هواپیمایی معین ویگن آمریکایی در سوئد ساخته میشد. به این ترتیب این وابستگی متقابل هست که در واقع بر مبنای مزیت‌های نسبی هر دو کشور انجام میگیره، یک تقسیم کار جهانی که در واقع تولید رو برای هر دو سو بالا میبره انجام میگیره و در نتیجه رشد اقتصادی قرص میشه. این بیانی که آقای خامنه ای اشاره می کنند درست در مخالف این معنای جا افتاده است و شما کشور رو نمیتونه بشناسید که در حالت منزوی بودن به رشد و توسعه دست پیدا کرده باشه. آقای دکتر، اخیراً تعدادی از فعالین اقتصادی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سفر کردند و با فعالین عرصه اقتصاد ایرانی ملاقات داشتند. با توجه به اینکه هنوز توافق لوزان به توافق نهایی تبدیل نشده، سفر تجار خارجی به ایران نشانه چی؟ نشانه اینکه ایران ظرفیت بزرگی برای سرمایه‌گذاری داره. ایران بازاری است با حدود نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت. ایران نیاز به واردات کلان داره، سالانه بین 60 تا 80 میلیارد دلار واردات، و این کشورها عموما تجار و عرض کنم کسبه این کشورها چشم تمام جاهایی که در اونجا سرمایه گذاری امکان داره میدوزن، اونجایی که قرار باشه سودی تولید بکنه. یکی از این موارد امروز قطعا ایرانه. ایرانی که به گفته مسئولانش مثلا در حال حاضر زمینه داره، ظرفیت داره برای وارد کردن 1.5 میلیون اتومبیل. طبیعی است که اتومبیل سازان دنیا صف میکشن که بتونن این بازار رو بین خودشون تقسیم بکنن. منتها شرط اساسی در اینجا همونطور که در سوالتون مستتر بود این است که تحریم ها برطرف بشه، چون بدون برداشتن تحریم ها چنین تجارتی انجام نخواهد گرفت و هیچ شرکتی این ریسکو نخواهد پذیرفت. ولی تقریبا به احتمال بسیار قوی این توافق نهایی خواهد شد. به این ترتیب برای راه انداختن این تجارت ها ماها عرض کنم زمینه سازی لازمه و این سفرها برای این است که زمینه را فراهم بکنند، اطلاعات لازم رو مبادله بکنند و ساختارهای لازم رو برای تجارت که باید با ایران شروع بشود اینها رو جا بندازند و بسازند. آیا اطلاع دارید که چقدر بازار ایران مطابق انتظار این کارآفرینان خارجی بوده؟ اینها این قضیه باید در دو سو واقعا مطرح بشه. یکی سرمایه گذاران، صادر کنندگان و احیانا خریداران از ایرانه. یه طرف دیگهش برنامه سازان، برنامه ریزان، سیاست گذاران ایرانه. در نتیجه چیزی که باید در ایران انجام بگیره رفع موانع کسب و کار در ایران، تعدیل قوانین و ساختارها و که یه پروسه بسیار بسیار طولانی است، برداشتن موانع عرض کنم موانعی که برای تجارت وجود داره از جمله بیوروکراسی بسیار ناکارآمد، از جمله فساد و ارتشاء بسیار کلان که معمولا کسبه جهانی رو از ایران رونده، اینها رو در ایران در داخل باید حل و فصل کرد. این برنامه بسیار مفصله و سالها طول خواهد کشید که ایران بتونه با این قضیه در بیفته. از سوی دیگر اونایی که میان قطعا میان در جایی که سود نزدیکتر و بیشتری وجود داره اون رو کسب بکنند. طبیعی است که سیاستی در داخل باید بشه که اینها رو هدایت بکند به نیازهایی که اقتصاد ایران داره و اینطوری نباشد که اونی که سرمایه گذار هست تصمیم گیرنده در موارد اون باشه، بلکه باید مواردی رو که برای توسعه ایران اهمیت کلیدی دارند برای سرمایه گذاران خارجی جالب کرد و در این حال ناظر و نگران بود که این سرمایه گذاری ها و فعالیت ها به توسعه اقتصاد ایران یاری بده. به این ترتیب تلاشی دو جانبه و بر محور یک برنامه استراتژیک توسعه از سوی ایران ضرورت داره.
آقای دکتر، به موانع سرمایه گذاری در ایران خواهیم پرداخت، اما اگه تحریم ها برداشته بشن چه چیزی برای سرمایه گذاران خارجی بیشترین جاذبه رو داره و اصولا پتانسیل همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا و با بازارهای دنیا چقدر است؟ ببینید، صنایع معینی مورد توجه سرمایه گذاران هست، مثلا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. در این صنایع نیاز به سرمایه گذاری کلان در حدود 500 میلیارد دلار وجود داره. وقتی زمینه سرمایه گذاری فراهم بشه، قطعا شرکت های اروپایی و آمریکایی علاقمند خواهند بود در این زمینه ها کار بکنند. ولی در این زمینه بار همونطور که عرض کردم، دولت میخواهد اینا رو جلب توجه بکنه از اینها و برای این قوانینی رو داره تصویب میکنه، مدل هایی رو برای قرارداد میبنده که برای اینا جالب باشه و این کار درستیه. همینطور در زمینه های خودروسازی امکانات فراوانی وجود داره برای انواع شرکت های مختلف خودروسازی، اتومبیل سازی، کامیون سازی که اینا وارد ایران بشن و با اون صنایع موجود ایران کار بکنن، مایه توسعه اونا بشن. به این ترتیب علاوه بر این عرض کنم یک بازار مصرفی بسیار کلان در ایران وجود داره، بازاری قریب 80 میلیون که عرض کردم برای مصرف کردن انواع کاله ها، که اینها طبیعی است که در خارج علاقمند هستن که این بازارها رو تقسیم کنن بین خودشون. ولی در توجه با داشته باشیم که عمده توجه امروز از سوی تولید کنندگان و فروشندگان و نه وارد کنندگان، چون هر کشوری برای اینکه بتونه وارد کنه نیازمند این هست که بتونه در برابر این صادر هم بکنه. بیشتر اینا امروز توجهشون به این است که بتونند این پولهای بلوکه ای رو که به ایران سرازیر خواهد شد، این رو عرض کنم کسب بکنن، به دست بیارن. به این ترتیب در اون سوی اقتصاد ایران هم نیاز به برنامه ریزی در داخل، برنامه ریزی جذاب کردن زمینه های معین برای سرمایه گذاران خارجی که با استراتژی توسعه کشور نیز هماهنگی دارن، لازمه که باید از دو سو انجام بگیره. و الا اگر بازار همینطوری باز بشود و در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار بگیره، اونا طبیعی است که به منافع خودشون توجه داشته باشند و به توسعه و رشد از کنم اقتصاد ایران بی توجه بمونه. این مورد رو نمونه ها فراوونه، هم در دنیا انجام گرفته هم در ایران. مثلا ایران وقتی قراردادهای بیع متقابل رو باب کرد و به شرکت های نفتی عرضه نمود، طبیعی است که شرکت های نفتی که وارد ایران شدن با این قراردادها عمل کردن، عملا استخراجشون، میزان استخراجشون تناسبی با ظرفیت میدانهای تولید نفت ایران نداشت، بلکه تناسب اونها با افق برنامه ریزی خودشون بود. به این معنی که اگر اونا میتونستن این سرمایه ریخته شده رو هرچه سریعتر کسب بکنن و به دست بیارن، از اون نظر کوشش میکردن که مقدار تولید رو بالا ببرند، در حالی که این بالا بردن میزان تولید اگر با توان میدانهای نفتی همخوانی نداشته باشه، در واقع سبب افت کل تولید، کل بازدهی اون میدان خواهد شد. به این ترتیب بعد از سالها عرض کنم این توجه در واقع حاصل شد در طول دوره بسیار محدود آقای روحانی، که این قراردادها نه فقط جالب نیستن بلکه زیانمند هستن، بلکه باید قراردادهایی رو عرضه بکنیم که در واقع به اصطلاح صیانت میادین نفتی ما هم کمک بکنه. به این ترتیب در تمام زمینه ها سرمایه گذار خارجی، عرض کنم بیزنسمن خارجی، باید هدایت بشود به زمینه هایی که با استراتژی توسعه کشور هماهنگی داره. آقای دکتر، همونطور که شما در جریان هستید، شرکت‌های آمریکایی تا امروز به دلیل تحریم‌های اقتصادی که با هدف فشار بر برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بود، از تجارت با ایران منع شده بودند. چقدر امکان داره که کارآفرینان و بازرگانان و تجار خارجی اصولاً بتونن به فرصت‌های جدید در بازار ایران دسترسی پیدا کنند و همزمان همونطور که شما هم اشاره کردید به رشد و توسعه ایران هم توجه داشته باشند؟
این قسمت آخر سوالتون دقیقا مربوط به این است که مسئولان کشور در داخل چقدر می توانند ساختارهای اقتصادی درون رو رفرم کنند، اصلاح کنند. به صورت از مختصر توضیح عرض کنم، امروز اقتصاد ایران دولت مداره، نه فقط دولت مداره، نظامی مداره، در اختیار نظامیان و نهادهای امنیتی، در اختیار نهادهای به اصطلاح انقلابی است که عموما اینا دچار فساد کلان هم هستند، به طور که مدارک و شواهدی وجود داره که از کلام سرمایه گذاران خارجی در گذشته از این که میبایست ده ها مرجع معین رو راضی کنن از طریق دادن رشوه ها از سرمایه گذاری خودشون عرض کنم سر خوردند. این موارد رو باید مسئولان داخل نشون بدن که برنامه دارن، میتونن اداره بکنن. قانونا اینطوری بود است که ایالات متحده با وضع قوانین شداد و غلاظی که انجام داده مانع از این شده است که شرکت های آمریکایی در ایران سرمایه گذاری بکنند، ولی این مانع این نشده است که شرکت های آمریکایی در ایران غالبا با تغییر نام، با غالبا با ایجاد شرکت هایی که مثلا در دبی ثبت شده به تجارتشون با ایران ادامه بدن. قطعا این وجه غالب تجارت های ایران نبوده، ولی به هر صورت شما در مدارکی که در خود آمریکا در دست از کنم خزانه داری آمریکا میگرده ملاحظه میکنید که از 20 تا 30 شرکت نام برده میشه که اینا به صورت از کنم با پوشش های قابل قبول برای قوانین آمریکا با ایران کار کردن و این وجود، ولی وقتی که این تحریم ها برداشته بشه طبیعی است که اینا به صورت علنی که وارد بشن شرکت های بسیار بزرگی هستن که در برابر شرکت های اروپایی و دیگر رقبای جهانی رقابت خواهند کرد. خواهی دکتر، من میخوام به بحث موانع هم اشاره کنم، همونطور که صحبت های اخیرتون فرمودید در مورد موانع سرمایه گذاری در ایران. ایران با داشتن یک طبقه متوسط قابل توجه، خب بازاری سودآور و بالقوه برای شرکت های خارجی هستش و این امید وجود داره که تفاهم هسته‌ای بتونه زمینه های آغاز روابط تجاری و سرمایه گذاری در ایران رو ایجاد کنه. با این حال فعالان اقتصادی میگن که در حال حاضر، مقصود فعالان اقتصادی خارجی هستش، در حال حاضر ما مجاز به آغاز این روابط نیستیم. موانع چیه؟ مانع بزرگ همون مانع قانونی و حقوقی است، یعنی تحریم ها. امریکا بارها اعلام کرده، حتی در این اواخر اعلام کرده که این مذاکرات و این توافق های از کنم مقطعی که انجام میگیره فقط در اون حد، مثلا در این توافقی که در نوامبر 2013 شد و در جون 2014 تمدید شد، فقط بخش بسیار محدودی از داد و ستت با ایران آزاد شد و آمریکا اعلام کرده اگر از اون حد تجاوز بشود تو طبق مقررات موجود آمریکا ایران تعقیب خواهد کرد. به این ترتیب حتی عملا به جریمه کردن کلان شرکت هایی که در این زمین تخطیشون گرفته شده و ثابت شده پرداخته است. به این ترتیب اولین مانع این است که تحریم ها به صورت رسمی برداشته بشه و این مونده باید توافقنامه ای که امروز اصلا در دست تهیه است به امضای طرفین برسه، اون وقت این مراجع قانونی قوانین لازم رو بگذرونن، قطنامه های لازم از سوی از شورای امنیت تصویب بشود و فرمان های اجرایی با فرمان اجرایی جدید جاگزین بشه تا اینا رفع بشه. بدون حل اینها مسئله ورود در تجارت از طریق شرکت ها با ریسک بسیار کلان توامه و قطعا انجام نخواهد گرفت. من میخوام برگردم باز به مسئله تحریم ها. در حالی که سیاستمداران هر دو طرف مذاکره در مورد تاریخ و شیوه برچیده شدن تحریم ها اختلاف نظرهای زیادی دارند، اما همزمان فعالان اقتصادی دو طرف ابراز خوشبینی میکنند که تحریم های بین المللی علیه ایران هر چه سریعتر لغو خواهند شد. این خوشبینی ناشی از چیه؟ خوشبینی ناشی از اون است که این اراده سیاسی رو برای رسیدن به توافق در هر دو سو میبینند. یعنی از یک سو دستگاه آقای اوباما علاقه داره
و در این علاقه خودش بسیار مصممه که این مسئله رو به توافق برسونه. با نهایت تعرض کنم انعطاف پذیری میخواهم که به توافق برسد. از سوی دیگر ایران آماده است که هر چیزی که مورد طلب طرف های مذاکره کننده در رأس اونها آمریکاست تامین بکنه. شما به این عرض کنم تفاهم نامه ای که تا کنون روسش منتشر شده نگاه بکنید، در واقع هر چی که غرب میخواست ایران پذیرفته. به این ترتیب دلیلی وجود نداره که غربی ها در اینجا وارد این نوع قرارداد و معامله نشند. منتها ایران در ضمن اینکه تمامی خواسته های غرب رو پذیرفته میخواهد این حفظ ظاهر هم بکنه. در این حفظ ظاهر میخواهد بگوید که ما خطوط قرمزمون رو حفظ کردیم، حق غنی‌سازی توی گیوم عرض میکنم، حق غنی‌سازی برای ما به رسمیت شناخته شد، ما فوردو رو تونستیم حفظ بکنیم، در حالی که در تمام این قضايا هیچ کدوم از اینا حفظ نشده، بلکه ماکتی از این خواسته ها حفظ شده برای اینکه مسئولان ایران بتوانند به مردم ایران بفروشند و الا چیزی در اونجا نمونده. مثلا شما فوردو رو نگاه بکنید، در مورد فوردو گفته شده که از 3000 سانتریفیوژ موجود در اونجا 2000 تاش میاد بیرون، میمونه 1000 تا. اون 1000 تا هم به غنیش کردن اورانیوم نمیپردازن، به کارهای دیگر، کارهای تحقیقاتی میپردازن و اونم زیر نظر آژانس بین‌المللی. یا در مورد آب سنگین عرض کنم عراق گفته شده که تمام آب سنگین های موجود ایران که ساخته شده اینا در بازار بین المللی باید فروخته بشه. بعد شرکت های اروپایی یک دستگاه آب سنگین برای ایران می سازن که به درد ساخت بمب ارز کنم اتمی نخوره. خب در این حال ایران این را آنچنان نمایش میده که نه، ما میخواییم این به همکاری شرکت های غربی آب سنگین سازی رو داریم نوسازی میکنیم. در این چنین چیزی نیست. این مدلی که ایران عرضه میکند فقط برای این است که به اون مردمی که طی سالیان گفتند ما از حق مسلم خودمون دفاع خواهیم کرد، میخوام بگم ما دفاع کردیم و این موارد رو حفظ کردیم. در واقع واقعیت این بود که اگر اینان به منافع ایران توجه میداشن خوب بود اعلام میکردند که ما برنامه هسته‌ای رو تعطیل میکنیم و شما تمام تحریم ها رو از ما بردارید. اما آقای دکتر، خارج از این چانه‌زنی های سیاسی، واقعا ایرانی ها منتظر هستند که با برداشته شدن تحریم ها وضعیت اقتصادی و معیشتیشون تغییر کنه تا به قول آقای روحانی چرخ زندگیشون هم بچرخه؟ آیا امکان لغو یکباره همه تحریم ها در شرایط حاضر وجود داره؟ ببینید، این موضوعی است که مورد کش و قوس طرفین. عرض کنم با تمام انعطافی که آقای اوباما حاضر است نشون بده در این زمینه ها، این مشکلات وجود دارد که اگر تمام تحریم ها به یک باره برداشته بشود، در حالی که ایران اعلام نکرده است که دستگاه اتمی خودش رو تعطیل میکنه، در این صورت اگر فردا تخلفی از ایران دیده شد، این تحریم ها مکانیزمشون دشواره، نمیشه دوباره به سادگی به قولی آن چیزی که در فکت شیت اومده اسنپ بک کرد، یعنی به اون صورت نمیشه اینا رو برگردون سر جای خودش. یعنی رسیدن به توافق مثلا در شورای امنیت به سادگی انجام نگرفته و تاکید روسا به این که در صورت تخطی ایران این تحریم ها دوباره برقرار بشود، روسا هم بشه خواستار این بودن که مواظب حق وتوی ما باشید. یعنی در اون صورت روسا میخواهند که ایران رو توی جیب خود بگذارند و با استفاده از وتوی خود ایران رو به سود خودشون بخرند. به این ترتیب من فکر میکنم که طرف غربی نگران این خواهد بود که تمامی تحریم ها رو به یک بار برداره. ولی در سیاست شما هیچ چیز رو بعید نمیدونید. بستگی به این که قراردادها، تعهدهای ایران چه ضمانت های اجرایی دارد، چه مقدار کلید تمام دستگاه هسته‌ای ایران در اختیار آژانس و کشورهای غربی قرار می‌گیرد، چه مقدار برای اینها امکان بازرسی هر لحظه‌ای و
بازرسی های بسیار ژرف در تمام اعماق اقتصادی سیاست ایران آنچنان که ذکر شده وجود داره، در اون صورتش بعید نیست اگر از اون سو اطمینان حاصل بشود که تمام کارهای ایران از جمله صادرات و واردات غیر اتمی ایران هم زیر نظر بازرسان آژانس قرار بگیره، در اون صورت این امکان ضعیف وجود دارد که موافقت بکنند همه رو یک جا بردارن. دکتر حسن منصور، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خواهش بکنم بخواهم. منم ممنونم. دکتر حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از برنموس بریتانیا با ما همراه بودند. پایان برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که نگاهی دارد به مهمترین تحولات این کشور و منطقه در هفته گذشته. ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه حلی به منظور پایان بحران در سوریه، این هفته استفان دمیسترا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در دیدار با محمد جواد ظریف از جمهوری اسلامی دعوت کرده که در مذاکرات آتی ژنو 3 مربوط به بحران سوریه شرکت داشته باشد. میدونیم سال گذشته در آستانه کنفرانس ژنو 2 بسیاری از کشورها و همینطور اپوزیسیون سوریه با حضور ایران در این گفتگوها مخالفت کرده بودند، اما برخی رسانه‌های منطقه در چند روز گذشته مدعی شدند که خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی سوریه با یک پیش شرط پذیرفته که ایران هم در گفتگوهای ژنو 3 حضور داشته باشه. خالد خوجه گفته ایران به شرطی میتونه در این گفتگوها حضور داشته باشه که بیانیه ژنو مبنی بر کنارگیری اسد از قدرت و تشکیل دولت انتقالی رو بپذیره. سال گذشته اخضر ابراهیمی، نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور سوریه، از ایران برای شرکت در مذاکرات ژنو 2 دعوت به عمل آورده بود، اما نهایتاً با مخالفت اپوزیسیون سوریه و برخی کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی از این مذاکرات کنار گذاشته شد. همینطور استفان دمیسترا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، این هفته گفته که مذاکرات ژنو 3 اوایل ماه می در ژنو برگزار خواهد شد و تلاش ما بر این خواهد بود که چگونه به راه حلی در کوتاه مدت میتوان برای پایان دادن به بحران سوریه دست پیدا کرد. اما با تشدید بحران در خاورمیانه و به ویژه در یمن، تنش لفظی میان ایران و عربستان بالا گرفته. از سوی دیگه سازمان ملل متحد باز هم در این هفته نسبت به بروز یک فاجعه انسانی در یمن هشدار داده. از این سو هم در واقع تلاش‌ها در میان کشورهای منطقه برای یافتن راه حل سیاسی به منظور پایان دادن به بحران یمن ادامه داره، از جمله دیدار رئیس جمهور ترکیه با امیر کویت در این هفته. فراتر از این دیدارها باید اشاره بکنم خبرهایم در چند روز گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه امریکا از ایران خواسته شبه نظامیان حوثی مورد حمایت خودش رو متقاعد کنه که عملیات نظامی رو متوقف کنن و در مذاکرات سیاسی این کشور شرکت بکنن. البته از آن سو حسن السعدی از اعضای ارشد انصارالله گفته که حضور حوثی ها در مذاکرات مشروط به توقف حملات نظامی عربستان خواهد بود. و نهایتاً پیامد تحرکات اخیر جمهوری اسلامی در سوریه و یمن، این هفته مصر هم نسبت به امنیت کشورهای عربی ابراز نگرانی کرده. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر گفته نسبت به توافق اتمی ایران با غرب خوشبین نیست، چرا که این توافق میتونه منجر به افزایش نفوذ ایران در منطقه بشه. بسیار
بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درود دیگر، بدرود. Thank you.